الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إمام مصنف رحمة الله عليه حديث حجدهم روح روايات كرده قفتن كأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يشوص معناه يغسل يقال شاصه يشوصه ومصه يمصه اذا غسله عز حزيفة ابن يموم رضي الله عنه وأرضاه هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم هر هو 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 شب هو كان سيغي که دلالت به استمرار میکند یعنی بر دوام از عادت جناب رسول الله صلی الله علیه و اسلام چنین بود که هر وقت ها که از خواب بیدار میشدند دهان مبارک خود را با مسواک می یعنی مسواک میکردن یشوسو مصانف بعد این کلمه را ترجمه کردم معنا ی یغسیلو گفتم معنای یشوسو یغسیلو یعنی می شست شوسو یشوسو یعنی که شاسه شست او را یشوسه می شوید او را و مصه یا مصه اذا غسله اینچونین کلمه مصه یا مصه در لغت وارد است اگر شوید گفته می که مصه یا مصه گفته گفته ترجمه لغوی کردم این حدیث دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و وقتی که از خواب بیدار میشدند با میسواک دندان خود را پاک میکردن و یکی از فایده هاش این است که وقتی که انسان خواب میکند بوی دهانش تغییر میابد بنابراین میخواستن آن بویها را و دهان را پاک کنند. و دیگر این است که خواب را میپراند میگن بعضی علما وقتی که انسان میسواک میکند انسان را هوشیار و با غیرت میکند وقتی که سحری خیس و حالان که مثلا خواب او را غلبه میکند وقتی که خیس و میسوق کرد آه، آگاه میشود هوشیار میشود و این چونین بردم میشود یعنی با غیرت و سیر غیرت میشود تنبل نمیشود این یکی از فایده های میسوق است گفتم و одатан ҷаноби расулуллоҳ сал л л всаам мисвокро дар як ҷойҳое истифода мекарданд ки ҳамаш сабаб дорад яке он вақти намоз аст ки инсон бо алло таоло муноҷот мекунад ва қуръон қироат мекунад дар дохили намоз ва пеш аз қироати қуръон пок кардани даҳон мустаҳаб аст чӣ хеле ки инсон таҳорат мегирад ҳамин гуна даҳон ки با آن قرائت قرآن ذکر کرده می شود خوشبوی باشد بهتر است مستحب است و این چونین پیش از تهارت که آمادگی به نماز است و این چونین چه خیلی که در صحبت گذشته گفتیم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش از آن که به خانه خود وارد می شودن وقتی که انسان به نزد همسرش و به نزد نزدیکانش نزدیک می شود و با آنها صحبت می کند باید کسی از انسان اذیت نبیند علال خصوص بعض انسان هایی که به نماز جماعت می بیایند باید به این مسئله اهمیت داده شود بعض انسان ها شاید می سواک کنند شاید دندان بیشویند سهری ولی وقتی که به نماز می آیند از سبب آنکه طولانی چیز نخوردن چبی دراز از میده بوی بد می آید و هم نشستان می میبینند وقتی که بد از دهان نیو از میده میبیاید او با شستن دهان پاک نمیشود او فقط یکان راهش با نوشیدن یا خوردن یگان چیز از بین میرود بنابراین مستحب است که انسان وقتی که به جایهای جمعیتی میرود و طولانی چیزی نخورد است یا دانه خورما یا یک کمی اصل یا یک چیزی باید تناول کند تا اینکه بوی دهان او را گیرد و در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که از خواب میخستان میسواک میکردن و وقتی که انسان واقعا خواب که می‌کند دهانش تغییر می‌یابد بوی دهانش تغییر می‌یابد و این چون انسانی که بسیار نخورده است طولانی از خوردن خودداری کرده است مانند شخصی روزدار بوی دهانش تغییر می یابد یعنی در حالت هایی که بوی دهان انسان تغییر می شریعت مشروع کرده است که انسان مس... مسواک کند بنابراین در درس در اسنای درس یا خطبه امام در وقت تعلیم علم مسواک کردن نادرست است و در حضور مردم به آدابانه дар масҷидҳо дар пеши мардум ба рӯи мардум нигоҳ карда мисвок кардан ин беодобӣ ҳаст ва пайғамбар сл л всам агар ба суннаташон аҳамият диҳем дар он ҷойҳое мисвок мекарданд ки воқеан маъно дошт мисвок карданашон ва дар маҷлиси илм ва дар ҳузури одамҳо мисвок намекарданд салаватулл васаламу алай در حضور آدم ها یعنی در نزد جماعتی مردم میسواک نمی کردن ولی مثلا همسرانشان میسواک کردنشان را دید نقل کرد راوی ها دیدن نقل کردن شنیدن نقل کردن اکثرش به معورید بود بنابراین بعض علما پنج موضع را ذکر کردن یکی آن پیش از تهارت یکی آن پیش از نماز یکی آن پیش از در آمدن به خانه یکی آن چخیلی که در این حدیث حضایفه آمد وقتی که انسان از خواب بیدار شد و یکی دیگر پیش از وفات چخیلی که در حدیث های نعوبتی می آید جناب رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پیش از وفاتشان آخرین عملی که انجام دادن بهترین و زیباترین مساک را استفاده کردن. بسیار خوب و хушру мисвок истифода кардам барои он ки ба наздики ба назди аллоҳ таъоло мераванд ва муноҷот мекунанд ва бодаҳони хушбӯй хостанд ки ба назди аллоҳ таъоло раванд дар ҳамин қадар кифоятӣ мекунем алло алам всоли л вслам л набиина муаммад вл ал васаби аҷмаин